یکی از مطالبات محوری مطرح شده در کمپین طرفداران آقای حسن روحانی در انتخابات اخیر ریاست جمهوری تلاش برای رفع حصر آقایان موسوی و کروبی بود. بیش از 1000 روز از حصر خانگی دو کاندیدای ریاست جمهوری دوره دهم در ایران می‌گذرد. حصر خانگی که در نتیجه تقلب خواندن انتخابات و پیامد اون اعتراضات گسترده طرفداران این دو کاندیدای ریاست جمهوری بود. اعتراضاتی که حاکمیت بارها از اون تحت عنوان اردوکشی خیابانی نام برد. امروز اما با گذشت بیش از 1000 روز از حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی، مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری خبر از بررسی وضعیت این دو در شورای عالی امنیت ملی داد. هرچند که پیشتر گمان زنی های مبنی بر وساطت آقای هاشمی رفسنجانی نزد رهبر جمهوری اسلامی ایران به منظور ارجاع این پرونده به شورای عالی امنیت ملی مطرح بود، اما امروز به طور مشخص و واضح آقای پورمحمدی عنوان کردند که پرونده آقایان موسوی و کروبی در حال حاضر در شورای عالی امنیت ملی در حال بررسی هستش. همچنین آقای پورمحمدی در ارتباط با این موضوع، یعنی امکان آزادی برخی از زندانیان امنیتی، عنوان کردند که مسئله عفو در کشور ما یک موضوع نهادینه شده است و ما قرار نیست انسانها رو در زندان بپوسانیم. این اظهار نظرهای آقای پورمحمدی در حالی مطرح میشه که بسیاری از تحلیلگران سیاسی، فعالین حقوق بشر و سازمانهای حقوق بشری نقش آقای پورمحمدی رو در جریان اعدامهای دست جمعی در تابستان 67 نقشی پررنگ میدونن. در همین ارتباط گفتنیست که سازمان دیدبان حقوق بشر در سال 1384 گزارش مفصلی رو تحت عنوان وزرای مرگ منتشر کرد که در اون گزارش از آقای پورمحمدی به عنوان یکی از بازیگران اصلی در جریان اعدام‌های دست جمعی در تابستان 67 ایران نام برد. پیشتر نیز بسیاری از سازمان‌های حقوق بشر از آقای روحانی با توجه به همین استنادات درخواست کرده بودند که آقای مصطفی پورمحمدی رو از کابینه خودش و وزارت دادگستری کنار بگذاره. با این همه حال بسیاری بر این امید هستند که موضع‌گیری جدید حاکمیت چه در بعد داخلی و چه در بعد خارجی منجر به آزادی آقایان موسوی و کروبی در آینده نزدیک بشود. تلویزیون ایران فردا، ترکیه.